فاجعه هسته ی, ی فوکوشیما همچنان نگران کننده است. آخرین خبر اعلام شده توسط شرکت تولید برق توکیو بیانگر آلودگی آبهای زیرزمینی این منطقه است. جریان های آب زیرزمینی موجود در طبیعت وارد زیرزمین ساختمان راکتور شده و این آبها را نیز آلوده کرده است. شرکت تپکو فیلمی را منتشر کرده که در آن می توان صدای جریان آب در امتداد لوله و دیواره ها را شنید. صدایی که تدایی کننده یک آبشار است. تخمین زده می شود که به این ترتیب هر روز حدود 400 متر مکعب آب وارد این سیستم شود. این آب با آب سیستم خونک کننده راکتور مخلوط می شود و البته بخشی از آن مجددن به زیرزمین زمین ساختمان برمیگردد و با قلب راکتور تماس پیدا می کند. در زیرزمین نیروگاه فوکوشیما نزدیک به 400 هزار تن آب مبلوع از سزیوم، استرانسیوم و تریتیوم وجود دارد که در یک هزار تن که مخصوص ذخیره شده است. تلاش برای جلوگیری از ورود آبهای زیرزمینی در ماه اکتبر در راکتور شماره چهار آغاز شد برای این کار لوله های فلزی را تا ارتفاع 30 متر در زمین فرو بردند و سپس کلورید سدیم 40 درجه سانتیگراد را در اطراف آن تزریق کردند تا به این ترتیب خاک اطراف راکتور را مسدود سازند وزیر صنعت ژاپن اعلام کرده است که این پروژه تا ماه مارس سال 2015 میلادی پایان خواهد یافت و سپس دیواری از یخ ساخته خواهد شد تا آبهای زیرزمینی و آب اقیانوس آرام از آبهای راکتور کاملا جدا بماند یوشیه دوستوگا دبیر اول کابینه ژاپن اعلام کرده است که این پروژه هزینه معادل 357 میلیون یورو در بر دارد و دولت ژاپن پرداخت این مبلغ را تصویب کرده است. وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن نیز در این باره گفته است تا به امروز بخشای زیادی از این کار توسط شرکت تپکو انجام شده است. اما باید به جلو رفت و فوریت انجام این کار کاملا حس می شود. از این به بعد دولت رهبری این کار را به عهده خواهد گرفت و بودجه لازم را نیز تأمین خواهد کرد تا به فعالیت ها سرعت داده شود. او اظهار امیدواری کرد که این کار به زودی انجام شود.